جان سبونیا در دهه 1980 در اوگاندا به دنیا اومد و وقتی 3 ساله بود شاهد کشته شدن مادرش توسط پدرش بود. جان همون موقع پا به فرار میذاره و دیگه هیچ وقت به خونه بر نمیگرده. بعد از فرار پناه میبره به میمونهای سبز آفریقایی و جالب اینجاست که میمونها هم ازش مراقبت میکنن. خلاصه سالها میگذره و سال 1991 وقتی که روی درختی پنهان بوده یک خانم به نام میلی اون رو میبینه و میلی به روستا برمیگرده و با اهالی روستا برمیگرده به جایی که جان رو دیده و با مقاومت‌های شدید جان رو میگیرن و جالبتر اینجاست میمون‌ها هم وقتی میبینن که جان رو گرفتن با پرتاب سنگ و چوب میخوان نجاتش بدن. خلاصه بعد از تمیز کردن جان میبینن که کل بدنش جای خراش برداشته و به دلیل 4 دست و پا را رفتن زانوهاش زخمای عمیقی برداشته و در مدفوع جان هم کرم‌های نیم متری پیدا میشد. جان در ابتدا نمیتونست حرف بزنه اما بعدها یاد گرفت و الان هم آواز میخونه و همراه گروه کر مروارید آفریقا به سفرهای خارجی میره. مستندی هم از جان ساخته شده به نام گواه زنده که سال 1999 به نمایش در اومد. اگه داستان رو دوست داشتی لایک کن.